یکی از پرتکرارترین سوالاتی که اطرافیانم به خصوص جوانها از من میپرسن اینه که با پارتنرشون سکس داشتن اما از متدهای پیشگیری از بارداری به درستی استفاده نکردن و بعضا دستگلی هم به آب دادن. در این زمان وحشت میکنن و ازم میپرسن که آیا احتمال بارداری وجود داره یا نه. من در این شرایط فقط با پرسیدن تاریخ پریود شدن و تاریخ داشتن رابطه شون بهشون این اطمینان رو میدم که تو اون بازه زمانی امکان بروز بارداری به هیچ وجه وجود نداره. من چطور این کار رو میکنم؟ با شناختن درست چرخه جنسی خانوم ها. در واقع تو این ویدیو میخوام یک روش پیشگیری از بارداری بهتون یاد بدم که به هیچ وسیله و امکاناتی نیاز نداره و تا 99% هم موثره. اگر هم قصد باردار شدن داشته باشید باز همین ویدیو میتونه بهتون کمک کنه، چون بهتون نشون میده که در چه تاریخهایی احتمال وقوع بارداری خیلی زیاده و میتونید از این تایم طلایی استفاده کنید. فقط کافیه عملکرد طبیعی بدن رو بشناسید. ایجاد شدن نطفه نیاز به برخورد اسپرم و تخمک داره. پس اگه ما بدونیم چه زمانی در رحم تخمک هست و چه زمانی تخمک نیست، میتونیم شانس ایجاد بارداری رو به شدت کم کنیم یا در حالت برعکس احتمالش رو به شدت افزایش بدیم. اسم این روش پیشگیری از بارداری روش تقویمیه و مبتنی بر شناخت درست فیزیولوژی جنسی خانوم هاست و تا 99% میتونه مؤثر باشه. اولین نکته‌ای که قبل آموزش میخوام بهش تاکید کنم اینه که با آموزش این روش به هیچ وجه نمیخوام بگم که از کاندوم استفاده نکنید. کاندوم علاوه بر اینکه خاصیت پیشگیری از بارداری داره و تا 85% میتونه موفق باشه، از انتقال بسیاری از بیماری‌های جنسی هم جلوگیری می‌کنه، مخصوصاً اگر پارتنرتون پارتنر ثابتی نیست و در طول سال‌ها ممکنه تغییر بکنه. اما برای اینکه بدونیم تخمک چه زمانی در رحم آزاد میشه، لازمه با چرخه جنسی خانم‌ها یه مقدار آشنا باشید. به این عکس توجه کنید. دوره جنسی خانم‌ها به طور متوسط 28 روز طول می‌کشه. 4 روز اول دوره دوره قاعدگی یا پریوده و بعد از اون هر ماه معمولاً یک تخمک شروع به بالغ شدن میکنه و در روز 14 از تخمدان آزاد میشه، وارد لوله های فالوپ میشه و مسیر رو طی میکنه تا به رحم میرسه. طول عمر یک تخمک 24 تا 48 ساعته. از طرف دیگه طول عمر یک اسپرم در واژن 5 روزه. پس با یه محاسبه سرانگشتی متوجه میشیم که 5 روز قبل از تخمک گذاری تا 2 روز بعد از اون احتمال بارداری خیلی زیاده. پس اگه تو اون دوره 7 روزه سکس محافظت شده داشته باشیم یا نه اصلا سکس نکنیم، احتمال بارداری رو به صفر میرسونیم و در باقی روزها میتونیم با خیال راحت بدون هیچ دغدغه‌ای رابطه جنسی داشته باشیم؟ نه، متاسفانه اینطور نیست. درسته که گفتم روش تقویمی میتونه تا 99% از بارداری جلوگیری بکنه، اما یک سری نکات کلیدی توی این روش وجود داره که اگر اونها رو رعایت نکنید نرخ موفقیت این روش تا 75% میتونه پایین بیاد. دو دلیل عمده وجود داره که این روش میتونه شکست بخوره. اولا طول عمر اسپرم ها همیشه 5 روز نیست و بعضا ممکنه تا 7 روز هم زنده باشن، و دوم اینکه چرخه جنسی خانوم ها مثل ساعت دقیق کار نمی کنه و همیشه خدا تخمک گذاری در روز 14 صورت نمی پذیره. چطور دقت این روش رو بالا ببریم و خیال خودمون رو راحت تر کنیم؟ نکته مهم اول، از چند روش پیشگیری از بارداری به صورت همزمان استفاده کنید، مثل کاندوم. البته من این رو در نظر می گیرم که خیلی ها به خاطر اینکه کاندوم لذت روابط رو کاهش میده برخلاف همه توصیه ها ازش استفاده نمی کنن و در کل هم نرخ موفقیت کاندوم 85%. نکته دوم خیلی مهمه و همزمان یک روش پیشگیری از بارداری هم هست. اگر قصد باردار شدن و فرزند آوری رو ندارید، همیشه این روش رو انجام بدید و این روش بیرون کشیدن آلت در زمان رسیدن به انزاله. خیلی ها رو دیدم که این نکته رو رعایت نمی کنن. این نکته خیلی خیلی مهمه. خواهش میکنم اگر قصد باردار شدن ندارید با آینده خودتون و 2 نفر دیگه بازی نکنید. این روش اگرچه خیلی ساده به نظر میاد اما به خودی خود تا 78% از بارداری پیشگیری میکنه. اما برگردیم به روش تقویمی. برای اینکه در روش تقویمی موفق عمل کنیم و لذت بیشتری ببریم، نیاز داریم که بتونیم به صورت دقیق پنجره بارداری رو محاسبه کنیم. اینکه پنجره بارداری چیه رو در ادامه توضیح میدم، اما اگه تا اینجا
از این ویدیو خوشتون اومد و لذت بردید با لایک کردن ازش حمایت کنید، با سابسکرایب کردن از کانال و من میتونید حمایت کنید و حتما برای دوستاتون این ویدیو رو بفرستید. پنجره بارداری یا فرتیلیزیشن ویندو بخشی از چرخه جنسیه که در اون احتمال وقوع بارداری خیلی بالاست و خارج از اون احتمال وقوع بارداری خیلی پایینه. برای اینکه این اعداد محاسبه بشن، خانوم ها باید در طول چند ماه نقطه شروع پریودشون رو علامت گذاری کنن. هرچه تعداد ماهایی که تحت نظر قرار میدید بیشتر باشه، دقت محاسبه پنجره بارداری هم بالاتر میره. بهترین حالتی که برای افزایش دقت محاسبه توصیه میشه اینه که 7-8 ماه اولین روز پریود رو در تقویم علامت بزنید. منظورمون از اولین روز پریود، اولین روزی است که خونریزی واضح شروع میشه. هدف ما از این کار اینه که طول چرخه های جنسی رو در هر ماه به دست بیاریم. فاصله اولین روز پریود تا اولین روز پریود در ماه بعد میشه یک چرخه جنسی. من یک مثال 4 ماهه از این وضعیت میزنم. فکر کنید که طول چرخه جنسی در یک خانومی 26, 28, 30 و 27 روز بوده. به این نکته توجه کنید که اگر طول همه چرخه های جنسی در شما زیر 27 روز باشه، روش تقویمی برای شما کار نمی کنه، چون دقت محاسبه در کسایی که طول چرخه جنسیشون زیر 27 روزه به شدت پایین میاد و بهتره که از روش های دیگه استفاده کنید. خب در این مرحله تعداد روزهای کوتاه‌ترین چرخه جنسی رو از عدد 18 کم می‌کنیم. تو این مثال به عدد 8 می‌رسیم. از روز اول پریود در تقویم 8 روز به جلو میایم و این روز میشه اولین روز از پنجره بارداری. حالا میریم سراغ طولانی‌ترین چرخه جنسی و عددش رو از عدد 11 کم می‌کنیم که تو این مثال به عدد 19 می‌رسیم. دوباره از روز اول پریود در تقویم 19 روز به جلو میایم و این میشه آخرین روز پنجره بارداری. در روزهایی که خارج از پنجره بارداری هستن، احتمال باردار شدن بسیار پایینه. محاسبه کردن پنجره بارداری همینقدر راحته. همچنین خانوم ها میتونن از اپلیکیشن هایی که برای دنبال کردن چرخه جنسی خانوم ها طراحی شده هم کمک بگیرن. تنها هدف من از ساختن این ویدیو انتقال اطلاعات و آموزش‌های ضروری برای داشتن رفتار مسئولیت پذیرانه، کم خطر و پر کردن خلأ آموزشی هست که در کشورهای مثل کشور ما خیلی زیاده و به خیلی ها آسیب میزنه. امیدوارم که تو این ویدیو بهتون کمک کرده باشم. مرسی که تا آخرش با من همراه بودید. خدا نگهدار.